حسین عمومی، موسیقیدان، پژوهشگر، نوازنده نی و آرشیتکت، در سال 1322 در اصفهان، شهر پرآوازه هنر و موسیقی ایران متولد شد. اگرچه او در 5 سالگی به همراه خانواده خود به تهران مهاجرت کرد، اما سفرهای تابستانی به زادگاهش اصفهان و اقامتهای متعدد در آنجا باعث علاقه و توجه روزافزون او به فرهنگ و سنت‌های این شهر شد. من در اصفهان متولد شدم، در یک خانواده چند فامیلی، در حقیقت در یک خانه زندگی می کردیم که مادر بزرگ در هفتری بود، عمو توی پندری بود، اون عمو توی پندری بود، یه خونه دیگه کنارش بود که باز دوباره تو پندری داشت و یه مجموعه بزرگی بود و در حقیقت ما بچه ها همه تو این حیات و محل بازی و برخورد و تمام زندگی مشترک داشتیم. حتی آشپزخونه مشترک بود که بعد غذا رو تقسیم میکردن توی اتاقا. 5 سالم بود که مهاجرت کردیم به تهران و اوضاع عوض شد. رفتیم در یک خانه‌ای که اقوام نبودن و همسایه هم غریبه بودن و فضای مقدار تغییر کرده بود و طبیعی بود که من همیشه اصفهان در ذهنم یه تصویر خوبی داشت. اینه که من فکر میکنم بخش عمده‌ای از ذهنیت من تحت تأثیر مختصات فرهنگی اصفهان شکل گرفته. موسیقی در خانه عمومی ها در اصفهان سابقه ای دیرینه داشت و خانه آنها در تهران نیز محل رفت آمد موسیقی دانان و اساتیدی همچون جلیل شهناز و تاج اصفهانی بود. زندگی حسین عمومی در خانه‌ای پر از شعر و آواز او را به سوی دنیای پر رمز و راز موسیقی می کشند. پدر من در تهران در مهمانی‌هایی که معمولاً بین خودش و دوستان تشکیل می شد از تاج اصفهانی همراه با تار جلیل شهناز که می گفتن جلیل، ایشون رو به جلیل میشناختن، دعوت میکردن و تار جلیل برای پدرم و دوستانش یک چیز فوق‌العاده‌ای بود. یادم یکی از این مهمونی‌ها وقتی تمام شد، من به طور عجیبی کنجکاو بودم ببینم این صدا چطوری از این ساز بیرون میاد، این چیه معجزه‌ایه، این صدا چطوری تولید میشه. و وقتی که همه خوابیدن، با اینکه پدرم گفته بود کسی نباید بره به تار دست بزنه، ولی من خوابم نبود و پاورچین رفتم و تاری که کنار دیوار گذاشته شده بود و درش بلند کردم و یه دستی روی سیمای تار کشیدم و این اولین تجربه من بود در برخورد با یه ساز ایرانی، اونم تار شهناز. او که فراگیری موسیقی را از آغاز نوجوانی با نواختن فلوت و سپس ویولون آغاز کرده بود، به توصیه پدر ساز نی را برگزید. در سال 1342 حسین عمومی تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه ملی آغاز کرد. او با حضور در اردوهای هنری دانشگاه‌ها در رامسر، علاوه بر کسب رتبه اول در رشته نوازندگی نی، موفق شد اساتید بزرگ موسیقی همچون حسین دهلوی، محمود کریمی، داریوش صفوت، فرامرز پایور و حسین تهرانی را از نزدیک ملاقات کند. من حدود 14 سالم بود که با شنیدن
آرم برنامه گلهای جاویدان که با قرنه اجرا شده بود، با اصرار از پدرم میخواستم که برای من یه قرنه تهیه کنه که من بتونم اونو بزنم. پدرم میگفت قرنه ساز ایرانی نیست، و امتناع میکرد از این کار. تا اینکه یه روز که آمد منزل، یه نه به دست من داد، گفت تو باید اینو بزنی. البته با ناباوری، یعنی میدونست که من نمیتونم این سازه بزنم، ولی خب آرزوش بود. و تنها اطلاعاتی که من داشتم این بود که برادر بزرگم به من گفت که کسایی نه رو میذاره زیر دندونش رو میزنه. من با ساز نه شروع کردم و چون که قبلا نیلبک و فلوت زده بودم، راحت تونستم پیشرفت بکنم. و در سال دوم دانشکده معماری، وقتی که اردوهای هنری رامسر تشکیل می شد، در این اردوها شرکت کردم و اونجا با اساتید بزرگ موسیقی اون زمان آشنا شدم، از جمله آقای دهلوی که رئیس هنرستان بود اون موقع. آقای دهلوی خیلی منو تشویق کرد که حیف این استعداد که تو داری هدر بره و باید بیای هنرستان و موسیقی رو به طور علمی یاد بگیری. من اولین بار آقای حسین عمومی رو در سال 1343 یا 44 دیدم، جوان خیلی خوشرو، خوش برخورد. با آقای دهلوی و آقای کریمی اونجا آمدن پیش من و یادم میاد که هر دوی آقایون از من خواستن که توجه مخصوصی به ایشون داشته باشم. گویا در اردوی رامسر درخشیده بودند و به عنوان یک هنرجوی ممتاز شناخته شده بودند و واقعا من خیلی خوشم می آمد از همه کارهاش، همه رفتاری که داشت. و بعد به تدریج دیدم نه، یکی از بهترین نوازندگان نی دارن می شن. موسیقی آرام آرام در زندگی حسین عمومی نقش جدی تری پیدا کرد. اجرا و ضبط با نادر گلچین که از رادیو و تلویزیون پخش شد و همکاری با گروه سازهای ملی به سرپرستی فرامرز پایور، فصل تازه‌ای در زندگی هنری او گشود. همچنین اجرای کنسرت‌های به همراه اساتیدی چون اصغر بهاری، لطف‌الله مجد، فرامرز پایور و حسین تهرانی، اولین تجربه‌های حسین عمومی جوان در دنیای حرفه‌ای موسیقی بود. یک روز در کلاس استاد کریمی ایشون به من گفتن معمولا آخر سال تحصیلی در هنرستان کنسرت های بچه ها میان اجرا میکنن، تو هم بیایی قطعه ساز بزن. و من تکنوازی داشتم در جشن فارغ التحصیلی هنرستان که اساتید زیادی در اون کنسرت بودن، از جمله آقای پایور. و ایشون به آقای کریمی گفته بودن که من رو دعوت کنن برای شرکت در گروه سازهای ملی که آقای پایور در صدد تشکیل اون بودن. و به تشویق آقای کریمی من به این گروه پیوستم. در سال 1348 حسین عمومی با دریافت مدرک فوق لیسانس معماری از دانشگاه ملی با درجه ممتاز و کسب بورس تحصیلی دولت ایتالیا عازم اروپا شد. تنها چند روز قبل از سفر به ایتالیا بود که رویا و آرزوی او برای دیدار با استاد بی همتای نی حسن کسایی به واقعیت پیوست. قبل از رفتن به ایتالیا رفتم به اصفهان برای خداحافظی با اقوام و وقتی رفتم با عموم خداحافظی کنم، گفت فردا مهمانی هست یه جایی که تاجم هست، تو هم بیا. و اولین بار بود که تاج اصفهانی نی زدن منو میدید. تاج اصفهانی با شنیدن نی من از من پرسید آقا حسن تو رو دیده؟ گفتم نه استاد. گفت باید بری پیشش. و به هر حال به همت ایشون و با تشویق ایشون و با یاری استاد تاج اصفهانی، من خودم رو کنار ایشون و برادر کوچکم فرهاد مقابل استاد کسایی دیدم. و استاد کسایی وقتی منو دیدن گفتن این که صورت مسیحایی داره و استقبال خیلی گرمی کردن و یه رابطه خیلی خوبی برقرار شد.
که تا آخرین روزهای زندگی استاد که من ایشون رو دیدم این رابطه خیلی تنگ و تنگ و صمیمی ادامه پیدا کرد. در اون روز اولین باری بود که من صدای نی استاد کسایی رو از نزدیک میشنیدم و به طور خلاصه اگه بخوام بگم اینه که مسحور شدن رو تجربه کردم. حسین عمومی پس از طی دوره دکترا در رشته معماری به ایران بازگشت و برای تدریس در این رشته به دانشگاه ملی دعوت شد. تحصیل، تدریس و کار در رشته معماری نه تنها مانع شور و اشتیاق او برای ادامه موسیقی نبود، بلکه تجربیات او در هنر و معماری دید و ذهنیت او را در دنیای موسیقی روشن‌تر، گسترده‌تر و فراتر می‌ساخت. رشته معماری رشته بسیار جامعی هست که از یک طرف مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره مربوط میشه و از طرف دیگه به مسائل تکنیکی، مساله، کارکرد مساله و مخصوصاً امروزه با استفاده از کامپیوتر یه دنیای جدیدی در معماری مطرح میشه. و من هم خب 9 سال معماری تحصیل کردم، 10 سالم تدریس کردم و کار میکردم. من تمام مدت فعال بودم در رشته معماری علاوه بر تدریس و با تکیه به این تجربیات که دارم به ردیف هم که نگاه میکنم، ردیف رو به شکل یک مجموعه میبینم که اجزایی داره که هر کدوم اجزا کارکردهای خاص خودشون رو دارن و در ارتباط با همدیگه هستن و نقشه اون رو میبینم. حسین عمومی در کنار تدریس معماری در دانشگاه ملی در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و همچنین هنرستان عالی موسیقی نیز به تدریس موسیقی می‌پرداخت. وی در سال 1363 به دعوت رادیو فرانسه برای اجرای کنسرتی به همراه داریوش طلایی، جمشید شمیرانی و زنده‌یاد محمود تبریزی زاده به پاریس رفت. حضور و اقامت او در فرانسه سرآغاز کنسرت‌های متعددی بود که همراه با هنرمندان برجسته موسیقی همچون محمد رضا لطفی، حسین علیزاده، داریوش طلایی، پریسا، محمد قوی حلم و تنی دیگر از موسیقیدانان در اروپا و آمریکا برگزار کرد. این سری کنسرت های این گروه 4 نفره که خدا رحمتش کنه نیوشا فرحی جمله زیبایی راجبش گفت، توی مجله نوشت که در کنسرت شب پیش عشق ستاره پنجم بود و این اون عمق رابطه آدم ها با این گروه 4 نفره رو میتونه نشون بده. میگم رابطه مردم با اون کنسرت ها رابطه هنری نبود، این مردم اصلا با این نوع موسیقی رابطه حرفه‌ای و هنری نداشتن. این کنسرت‌ها جنبه و وضع و وجه اجتماعیش خیلی مهمتر بود تا وجه هنریش، هرچند که از وجه هنری بسیار بالای برخوردار بود. تدریس موسیقی و برگزاری کنسرت‌های متعدد ضرورت تکامل طرح نی ششتانگ و قابل کوک کردن تنبک را در ذهن او روز به روز افزایش می‌داد. او سال‌های بسیاری را صرف به ثمر رساندن این طرح‌ها نمود. زمانی که با استاد فخرالدینی قطعات تمرین برای ویولون رو ما اجرا می‌کردیم مثل 18 قطعه، وقتی به نوت سی می‌رسیدیم من مجبور بودم ساکت بشم و کمبود این نوت رو من برطرف کردم و کلیدی روی نی گذاشتم که تونستم اون قطعات رو اجرا بکنم. این نی وقتی میخواست از اکتاو عوض بکنه یه پرده نداشت، به مشکل برمیخورد. این کاریشون کردن که یه پرده اونجا گذاشتن که با انگشت این میذارن اینجا، میذارن اون پایین که میذارن، این یک سوراخ اونجا پایین تر داره، اون به صدا در میاد و این کاملا اکتاو پیگیر همه، یعنی اکتاوا همه به هم وصل شدن. ولی قبلا اکتاو وصل نبودن، یعنی تا یه جایی که میزدن بعد مجبور بودن اکتاو رو عوض بکنن، سخت بود. الان خیلی راحت اکتاو عوض میشه و
تسلسل نغمات دنبال هم و نوت‌ها به دنبال هم خیلی کار رو راحت و خوب کرده و این کار بسیار کار ارزنده است. امیدوارم که نینوازها استقبال کنن. در اروپا وقتی که بیشتر تکنوازی های من تبدیل شده بود به ساز تنها به همراه تنبک، این ناکوک بودن تنبک خودش خیلی نشون میداد، چون تار یا ستار و ساز دیگه کنار ما نبود، من صدای تنبک رو خوب میشنیدم که با ساز من کوک نیست. و به دوستانم که با من تنبک میزدن گفتم که باید این ساز قابل کوک بشه و خودم شروع کردم و بالاخره در سال 77 در توری که با خانم پریسا در آمریکا داشتیم اولین تنبکی که من ساخته بودم و قابل کوک بود در دست پژمان حدادی روی صحنه آمد. وقتی دل سودایی وقتی دل سودایی میرفت به بستان بیخیشتنم کردی طرحی که آقای عمومی دادن برای کوکی کردن ساز تنبک خیلی منحصر به فرد بود. یکی از تفاوت‌های عمده‌ای که طرحیشون داره در اصل باقی ماندن اون لبه، قسمت لبه یا چوب ساز هستش که پوست بر روش قرار میگیره و این کششی که حالا با مکانیزم خاصی که خودشون طراحی کردن پوست از داخل به وسیله یک پیچ اصلی که در نفیر یا گلوی تنبک گذاشته شده این سیم ها کشیده میشه و پوست ساز، تنشن پوست ساز کم و زیاد میشه. حسین عمومی سالهای بسیاری از نیم قرن فعالیت هنریش را صرف پژوهش، تحقیق، تدریس و یافت روش‌های جدید در آموزش ردیف نموده است. به کارگیری این روش‌ها و تدریس او در کشور فرانسه، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس، دانشگاه واشنگتن در سیاتل و همچنین از سال 1386 در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در ایرواین در ارتباط با مرکز ایرانشناسی جردن، علاقمندان و دانشجویان ایرانی، اروپایی و آمریکایی بسیاری را با موسیقی ایرانی آشنا کرده است. He gives me a lot of support as a general musician. It's not specifically about classical Persian music. He sees and understands that I'm bringing all of the information he's sharing, all of the knowledge that he's sharing, into my creative process as a composer, as a performer, and I've never felt any sense of holding back or critique in those terms. He has been really interested always to see what I would do with these concepts coming from my own perspective. So I think he's a great example of a teacher who can work with people of many different backgrounds. What is? If you don't push F sharp, it looks a little bit sharp, and you are obliged to make it lower because
This must be sharper, and it looks natural. Yeah. I mean, half flat is natural. It's not natural. Mm? They're young college age students who may have been born in the United States or may have been born in Iran, but the parents were very concerned that they knew nothing about Persian culture. And so they were very worried, but one mother came and said, you know, I used to worry about my son. He would go out and I never knew what he was doing. He hardly was ever home. And ever since he started taking lessons from Professor Omoumi, he is not only staying home, but I see what he's reading. He's reading things like Sa'di, and it's incredible. And she was just delighted because he became aware of what was important in his own culture, and he started to get involved with music in that sense. تاریخ شعر و موسیقی در ایران رو به دو دوره اصلی میشه تقسیم کرد. قبل از اسلام و بعد از اسلام. قبل از اسلام تاریخش برمیگرده به 7 قرن قبل از میلاد مسیح که گاتای زرتشت بر اساس اوزان شعری سروده شده بودند و با موسیقی اجرا می شدند که هنوز هم در معابد زرتشتیان به همون شکل اجرا میشه. مذهب زرتشت تا زمان اسلام مذهب رسمی ایران بوده. در نتیجه این موسیقی به این شکل با همراه با شعر اجرا می شده در ایران. کنار این زندگی دربار و پادشاهان بوده که داستانهای خیلی زیادی هم در اون زمینه هست که در جشنها و سرودها و اینا موسیقی چقدر اهمیت داشته و موزیسین ها چقدر نقش مهمی داشتن در دربار پادشاهان از جمله دربار خسرو پرویز. بعد از اسلام موسیقی و شعر مثل دو یار و همراه همیشه در کنار هم حرکت کردن و اگر که اتفاقی برای شعر افتاده موسیقی هم تنزل کرده و بالعکس برای موسیقی اگر اتفاقی افتاده شعر هم تنزل کرده. دوره‌های بعد از اسلام رو من به 4 بخش تقسیم میکنم. از اسلام تا صفویه، از صفویه تا گردآوری ردیف در قرن 13، از گردآوری ردیف تا انقلاب و از انقلاب تا به امروز. دوره اول بیشتر از 8 قرن فراز و نشیبای زیادی در ایران بوده و همطور که گفتم هر دوره‌ای که مردم در آرامش زندگی می‌کردند طبیعتاً شعر و موسیقی هم اوج می‌گرفته. ختم این دوره هم باز با اسامی مثل حافظ و عبدالقادر مراغی که حافظ در حقیقت چکیده و نتیجه تمام کار شعرهای قبل از خودشه و کار عبدالقادر هم در زمین موسیقی دقیقا مطالعات موسیقی دوره های قبل از خودش هست و در کارهای عبدالقادر اشعار حافظ هم میبینید. بعد در دوره صفویه وقتی که موسیقی تحریم میشه طبیعتاً شعرم به قهقرا میره و موسیقی ادواری که قبل از صفویه متداول بوده به تدریج رنگ باخته و فراموش شده میشه و شعرم در حد خیلی پایینی تنزل میکنه تا برسیم به قرن 13، زمان قاجار و با سفرهایی که ناصرالدین شاه به اروپا داشته متوجه موسیقی و اهمیت موسیقی در دربار اروپاییان میشه، میخواسته موسیقی برای دربار تهیه بکنه، میگردن علی اکبر فراهانی رو انتخاب میکنن. علی اکبر فراهانی باید چیکار کنه؟ نمیخواسته آهنگ بسازه، شروع میکنه جمع‌آوری کردن. کاری که جمع‌آوری میکنه چیه؟ اساسش بیشتر باز آوازی که بر اساس شعر خونده شده، خواننده های روحانی هستند که در مراسم مذهبی از زمان صفویه در اصفهان متداول بوده میخوندند، با موسیقی آشنا بودند و شعر میخوندند و موسیقیشون بر اساس شعر شکل گرفته بوده و موسیقی محلی تماما میبینیم که بر اساس شعر ردیف شکل گرفته و اهمیت شعر همیشه نه تنها در موسیقی بلکه در جامعه ایرانی خیلی به چشم میخوره. در تمام دوره ها حتی امروز هم که نگاه بکنیم
به جامعه ایرانی با هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیست که شعر در جامعه ایرانی چقدر اهمیت داره. من وقتی رفتم انگلیس و درس میخوندم به عنوان یه دانشجو، تازه متوجه شدم برای اولین بار که تمام زندگی مردم با شعر ارتباط نداره. شعر همه جا نیست، همه اونو نمیفهمن، فقط افراد خاصی که متخصصن شعر میخونن. در حالی که در ایران شما میتونین وارد یه تاکسی بشین و راننده داره یه خط شعر زمزمه میکنه، یا همسایه‌ای صداش میاد که از تو حیات خونش داره شعر میخونه. یعنی این شعر همه جا مثل یه رشته زندگی ما رو به هم بسته. و شعر حفظ نباشد، نوازنده خوبی نمیتونه باشه. یعنی یه نوع خراتی اسم میکنه لبزش ویولون بودن، چون مطلب میخواد و مطلب تو شعر هست. یعنی حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، درالالارارام دام دادام دام. این اگر نباشه ساز زدن معنا نداره، حتی زبان که نداره موسیقی. اما چرا وقتی که من ساز میزنم با ساز دیگه با فرق داره؟ برای اینکه من توش دارم شعر میخونم. ردیف موسیقی ایران یک مجموعه عظیمیه که جمع‌آوری یک سری ملودی هاست که از اطراف اکناف ایران به دست اومده. منابعی که بوده بیشتر خواننده های اصفهان بودن، چرا که در دوره صفویه که موسیقی رو تحریم کردن، موسیقی سازی تحریم شده بود و آواز خیلی مورد توجه قرار گرفته بود و آوازخوانای خیلی بنامی در اصفهان زندگی میکردن که اکثرا مذهبی بودن. این ملودی ها رو که نغماتی بود که اکثرا بر پایه اوزان شعری شکل گرفته بود، وقتی می شنیدن می بینن با هم همخوانی داره، کنار هم قرار می دادن و مجموعه هایی درست کردن. درست مثل همون دست گل درست کردنه که یه گلی کنار یه گل دیگر باش می بینیم هماهنگی داره، کنار هم که قرار می دن بعضی وقتا نگاه میکنن یک جا به جا میکنن تا یه دسته گل درست بشه. این دقیقا همین بوده که معیار گوش نوازنده ها بوده. یعنی با شنیدن ملودی میبینیدن که با هم همخوانی داره، اینا رو کنار هم قرار میدادن و به 5 مجموعه به اسم آواز رسیدن و 7 مجموعه به اسم دستگاه. اجزای اینها گوشه ها بودن. به فارسی ما میگیم گوشه کار، یعنی بخشی از یه چیز مهمتر، و گوشه ها اجزای این 5 مجموعه و 7 مجموعه به حساب میمدن. این میشه ردیف موسیقی ایرانی. هر کس بخواد با ردیف موسیقی ایرانی آشنا بشه باید با این گوشه ها آشنا بشه که در ردیف اساتید تعدادش خیلی متفاوته. ردیف استاد دوامی شامل حدوداً 123 گوشه است. ردیف استاد کریمی که شاگرد استاد دوامی هست 23 تا گوشه بیشتر داره. و بعد ردیف مرتضی خان نی داوود 350 تا گوشه داره. ردیف میرزا عبدالله که با تار اجرا شده حدود 250 تا گوشه درش هست. یعنی تعداد میتونه متنوع باشه پیش هر استادی. میرزا عبدالله و حسین قلی دو تا پسرای علی اکبر فراهانی هر دو نوازنده سازای تار و ستار بودن. ردیفای مختلفی دارن. تعداد گوشه هایی که در ردیف این دو تا برادر هست یکسان نیست. موضوعی که ما باید بدونیم ردیف آیه نیست. ردیف یه چیز ثابتی نیست. ردیف اطلاعاتیه که هر کسی که بخواد با این موسیقی آشنا بشه این اطلاعات رو باید به دست بیاره.
منم خودم ردیف رو با مشکلات زیاد یاد گرفتم. به خاطر میارم که وقتی سر کلاس میرفتیم حتی اجازه نداشتیم ضبط صوت با خودمون ببریم. با اینکه ضبط صوت تازه آمده بود مخالفت میکردن، میگفتن نه باید حفظ کنی. همطور که ما حفظ کردیم تو هم باید حفظ بکنی. این دیسیپلین باعث میشد که خیلی فشار بیاد به شاگرد و سعی کنه که این محفوظات خودش رو یه جوری همطور بر خودش حفظ کنه، نگه داره، روش تمرین بکنه که فراموش نشه. منتها کسی توضیح نمیداد که این ملودی که هفته پیش یاد گرفتی با این ملودی که این هفته یاد گرفتی و اون ملودی که دو هفته قبل یاد گرفتی اینا چه ارتباطی دارن با هم دیگه. من خیلی دیدم شاگردایی که در دانشگاه مثل دوران دبستان وقتی ردیف و بچه‌ها تو دبستان یه امتحانی می‌دادن بعد کتاب شوت می‌کردن می‌رفتن. حالا من دیدم حتی در دانشگاه ذهناً با ردیف همچین برخوردی می‌کنن، چون ردیف رو به عنوان یک تکلیف درسی می‌دونن. ولی الان آموزش ردیف باید تو هم با هم با غیر از مسئله شفاهی باید با تجزیه تحلیل و از طرق مختلف درک بشه. زمانی که من در هنرستان درس می‌خوندم، نوع نگاه به ردیف طوری بود که هنرجوها بر ردیف رو به صورت یک سری درس حفظ می‌کردن و موقع امتحان جواب می‌دادن و هیچ وقت صحبتی راجع به تجزیه تحلیل کردن ردیف و اینکه چگونه ما می‌تونیم اونا رو در آهنگسازی و نوازندگی استفاده کنیم نبود. Or subsystem of Gushe. And Gushe is subsystem of Dasko and Avaz. And Dasko Avaz are subsystem of Radif. به مستان نوید سرودی فرست، به یاران رفته درودی فرست. یاران رفته یارانی هستند که عزیزانی هستند که در دل ما جا دارند، از جمله استاد مرتضی خان نیدا بود. در این قسمت با ما زمزمه وار بخونین، خجالت نکشین، اصلا بغل دستیتون رو نگاه نکنین، روبروتون نگاه کنین، راحت بخونین. به مستان نوید سرودی حسین عمومی با استفاده از تجربیات خود در زمینه مطالعه و تدریس موسیقی ایرانی و تکیه بر دانش معماری و تئوری عمومی سیستم‌ها توانسته است به روشی آسان در تدریس موسیقی کلاسیک ایرانی دست پیدا کند. پیش ردیف نام 11 درسی است که حسین عمومی بر پایه ردیف اساتید موسیقی کلاسیک ایرانی برای علاقمندان فراگیری اصول این موسیقی تدوین کرده است. در این مدتی که من خارج از ایران در اروپا و آمریکا موسیقی تدریس کردم،
با شاگردهای در حدود سنی مختلف با فرهنگ‌های مختلف مواجه بودم و همیشه این سوال برای من مطرح بوده که من موسیقی رو با استاد کریمی وقتی کار می‌کردم در یه رابطه دیگری بود و این رابطه عوض شده اینجا. من چه راهی میتونم پیدا بکنم که این مجموعه زیبای موسیقی ایرانی رو با تمام زیبایی‌هاش و تمام پیچ و خم‌هاش و تمام نکاتی که درش هست به شاگردی که میاد پیش من منتقل بکنم و مرتباً به پیدا کردن راه‌حل‌های فکر می‌کردم با توجه به تئوری عمومی سیستم‌ها که مبحث بسیار جالبی هست در معماری که من در ایتالیا باش آشنا شدم. یک روز دیدم این تئوری میتونه کاملاً روی موسیقی ایرانی هم اعمال بشه، پیاده بشه و بر اساس این تئوری موسیقی ایرانی رو میشه تجزیه و تحلیل کرد و این مجموعه پیچیده رو خلاصه تر توضیح داد. فکر کردم این بهترین راهه که بر اساس یک تجزیه و تحلیلی، مثل اینکه یک کسی که بخواد به یه شهری سفر بکنه، شما یه نقشه از اون شهر رو قبل از اینکه به اون شهر بره نشونش میدید و میگید که در این شهر تو قراره با این المان‌ها، با این اجزا و با این ساختار شهری آشنا بشی که این بافت شهریه، این شهر به این شکل رشد کرده، حالا میشه به تاریخش هم پرداخت که به چه شکلی جلو رفته و الان به این شکل رسیده که تو اگه قراره که بری به این شهر بر مدت یک هفته چه چیزایی رو میتونی ببینی، اگه قراره در این شهر بری زندگی بکنی چقدر دیدت میتونه متفاوت باشه و با اطلاعاتی بری انتخاب بکنی نقطه ای رو در این شهر برای زندگی کردن. این کارو من در موسیقی سعی کردم انجام بدم و فکر میکنم موفق شدم. آمدم اجزاء مختلف ردیف رو تجزیه و تحلیل کردم و بر اساس کارکرد اونها و روابطی که با هم دیگه دارن دسته‌بندی کردم و این دسته‌بندی کار رو خلاصه تر میکنه و راه رو روشن در مقابل شاگرد باز میکنه. کسی که آهنگسازه، حتی اگر که آهنگسازی یعنی رشتش موسیقی ایرانی نبوده، به تکنیک‌های آهنگسازی غربی آشناست یا تخصص داره، میخواد از زمینه‌هایی در کارش از موسیقی ایرانی استفاده کنه، ما باید بتونیم ردیف رو به این شخص هم یاد بدیم و این لازمش نیست که حالا بره مثلا، خب خیلی کاره که یکی بخواد بره ساز ایرانی حتما یاد بگیره و بعد ردیفا رو کار کنه. به نظرم برای این شخص از نظر شنیداری و آنالیز و تجزیه تحلیل باید طوری باشه که او هم به اندازه یکی که ردیف میزنه به ردیف آگاه باشه. برای همین هست که متدها و روش‌ها و تحقیقات مختلفی در این زمینه میشه، به خاطر که نیازش وجود داره که ردیف نه تنها به خود ایرانی ها، حتی به نظران در دانشگاه دنیا که به هر صورت تجربه هایی هم در این زمینه توی این چند دهه اخیر شده، تجربیات مثبت خوب خود منم تجربه کردم و به خصوص آقای عمومی که میشه گفت بهترین تجربیات رو در این زمینه شاید موفق ترین را انجام داده، اینا همهش زمینه نیازه که این موسیقی و این فرهنگ از پیله خودش در بیاد و بتونه با پیوند و با معرفی و با ارتباط با فرهنگ دیگه هم خودش رو غنی کنه هم فرهنگ دیگه.
من به عنوان دانشجوی آهنگسازی همیشه علاقه من بودم که یک جوری بتونم از موسیقی ایرانی در کارام استفاده بکنم و آشنایی با پیش‌ردیف به من این کمک رو کرد که من بتونم در عین حال که از موسیقی ایرانی در کارام استفاده میکنم این موسیقی رو درک کنم و بتونم یک درک کاملی و عمیق‌تری از این موسیقی داشته باشم و حتی در عین حال باعث شد که من شروع کنم به فراگیری ردیف و بیشتر علاقه‌مند بشم به یادگیری اصول این موسیقی. Pish-Radif is a good way to approach Persian music. For somebody like me that didn't know anything about Persian music, somebody from Spain that wants to learn Persian music, it's a very good way to understand Persian music and see how it is organized and learn it fast too. But after learning Pish-Radif, you also get the motivation to want to know more. So also it's an introduction that calls you to learn the Radif. هدف من بیشتر این بوده که در دنیای امروز که دنیای اطلاعات هست و ذهن همه جوانها پر از اطلاعاته ما چه جایی میتونیم برای ردیف در ذهن اینا پیدا بکنیم؟ یه جوانی که علاقه داره به آشنایی با ردیف موسیقی ایرانی این با چه دیسیپلین تازه‌ای میتونه مواجه بشه با ردیف که متفاوت از اون چیزی که نسل‌های قبل انجام میدادن. بعضی ها اصلا نمیخوان موزیسین ایرانی بشن، بعضی ها میخوان موسیقی ایرانی چیه. با چند تا از این درس ها که یاد میگیرن یه ایده پیدا میکنن از موسیقی ایرانی. یا یه کسی هست آهنگسازه، اصلا آهنگساز غیر ایرانیه، میخواد آهنگ بسازه بر اساس ساختار موسیقی ایرانی. وقتی که این اطلاعات من بهش میدم میبینم که چقدر جذب میکنه و چقدر کمکش میکنه که ساختار موسیقی ایرانی رو بر اساس این اطلاعات که من بهش میدم فوری دریافت میکنه، همونقدر که احتیاج داره. نه خواننده میشه نه نوازنده میشه، ولی آهنگسازی میشه که میتونه بر اساس ساختار موسیقی ایرانی که با اطلاعات کاملی که از نظر شعر، از نظر نوت نویسی، از نظر تمام اطلاعات که لازم داره یک آهنگساز بهش میدیم، میتونه آهنگسازی بکنه که بر اساس موسیقی ایرانی هست. I like structures in music. Any kind of music could be contemporary music or some kind of traditional music. It's always been something that I was very attracted to. So Mr. Omoumi's Pish-Radif system as a pedagogy, it was like perfect. I was like perfectly attracted to it. And I wanted to follow it exactly. And I do also arranging as well as composing. So I thought of my task as almost towards arranging, like arranging the Pish-Radif of Chaga. So I moved in very definite steps as he moves through the Pish-Radif. که حافظ چو مستان سازد سرود ز چرخش دهد زهره آواز رود. نتیجه این کار برای من خیلی جالب بوده که دیدم شاگردهایی که سالها ساز زدن و فارغ التحصیل دانشگاه بودن در ایران در یک رشته موسیقی
وقتی من براشون توضیح میدم که پیش ردیف بر چه اساسی ساخته شده و به چه گونه هر کدوم از این دستگاه و آوازها تجزیه و تحلیل میشه، براشون خیلی جالب بوده و آموزنده بوده و درست مثل کسی بوده که در تاریکی راه میرفته و براش چراغی روشن میکنی. وقتی چراغ روشن میکنی میگه اه من اینا رو چطور ندیده بودم، و این برای من پیش آمده واقعا. یا برای کسی که تازه میخواد با موسیقی ایرانی آشنا بشه، یک کسی که میخواد با موسیقی ایرانی آشنا بشه باید اول اصول موسیقی را یاد بگیره تا به تزئیناتش برسه. بیشتر تحریرها و تزئینات دست و پاگیر شاگرد مبتدی هست که نمیتونه بیاد تمام تحریرها و تزئینات رو در همون فازای اول، در سال اول یاد بگیره. درسای من خیلی ساده است، هم با ریتمای مختلف که در موسیقی ایران هست، هم با ریتمای مختلف شعری آشنا میشن و هم با فضاهای موسیقایی دستگاه ها و آواز ها. ساده گفتن و ساده ساختن و ساده درس دادن از پختگی زیاد میاد. اگر شاگرد شما میتونی گیج کنی اصلا هیچی هم یاد نگیره، ولی بگن عجب پیچیده است، پیچیدگی هنر نیست، ضعف. من دریافتی که از پیش‌ردیف ایشون دارم، همینجور که صحبتم با ایشون کردم، یک جذابیت خاصی درش می‌بینم و یک سهولت خاص. من فکر کنم که حتی در سال‌های آینده پیش‌ردیف از تو ذهنیت خود ایشون خیلی گسترش پیدا خواهد کرد و حتی فکر ایشون الهام بخش خیلی کسا میشه که ما این خلأ رو پر کنیم که بین ردیف دوره عالی و کسی که شروع میکنه به این دنیا وارد بشه فاصله است. ما خیلی کسا متعصب هستن، بچه ها رو میذارن جلوشون ردیف دوره عالی رو کار میکنن باهاش، میگن نه از بچگی باید ردیف کار کنیم. خب شما انگار یه بچه رو بذاری به جای شعرهای بچه کنه بیایی مثلا ابیات حافظ رو بگی بچه بخونه. هستن بچه هایی که حافظ حفظ میکنن ولی معنیشو که نمیدونن، که اصلا فلسفهشو نمیشنسن. اینه که اگر همون محتوا با ادبیات کودکان عجین بشه یا ادبیات ساده عجین بشه، ما زمینه رو آماده میکنیم که به فلسفه حافظ برسه. در موسیقی ایرانی هم همینطوره. دستگاه مهور، گوشه ساقی نامه، poem of حافظ 14th century. Ta-tan, tan, ta-tan, tan, ta-tan, tan, ta-tan. بیا ساقیان می که حالو برد، کرامت فزاید کمالو برد. به من ده که بس بی دل افتاده ام، و زین هر دو بی حاصل افتاده ام. ردیف به عنوان میراث فرهنگی به همت خانه موسیقی در یونسکو به ثبت رسیده، ولی کافی نیست. بهتری که پخش بشه این موسیقی، و راه پخش شدنش اینه که ارتباط بتونیم برقرار بکنیم. برای که بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، بهتره به یه فرم سبکتر و راحتتر و روشنتری این ردیف رو تهیه بکنیم و در اختیار کسانی که علاقمند به آشنایی هستند با این موسیقی قرار بدیم. اگرچه حسین عمومی حضور موفقی در عرصه نوازندگی و اجرای موسیقی داشته است،
اما انگیزه، علاقه و تلاش مستمر او در فراگیر کردن موسیقی ایرانی است که او را به موسیقیدانی موفق و چهره‌ای ماندگار در کنار بزرگان موسیقی ایرانی مبدل نموده است. For me to tell you that I understand that Adif would be a lie, it's way too complex. What he did introduce me to was the beauty of it and its intricacies. You know, it's like a chess game. You don't have to understand the complexities of chess, but you can learn some of its rules to understand its beauty. And I believe that's what Dr. Omoumi helped me with, to understand the beauty of classical Persian music with Pish-Radif. Salam alaikum. مثل که تو این سالهای 20 سال اخیر اصلا عمومی یک دین و مذهب دیگه پیدا کرده. موسیقی از یه زاویه دیگه هم جنبه نیایشی داره براش، هم جنبه ترویج دادن یک فعل خوب، یک حس خوب داره براش. و با چه زبانی؟ با زبان نرم، با زبان مهر، با مهربانی و با زبان سادگی. دکتر حسین عمومی اینجوریه، این به هر حال از اون خطه اومده، یه سلیقه خاص خودشو داره، بدون این ریاکاری کارش میکنه، بدون این تظاهر کارش کرده، همیشه خودش همیشه کنار کشیده، همیشه در کنار بوده، اون بهتره.